دوست در لابلای دیوارهای زندانی در آفریقای جنوبی، حقوقدان جوان هندی موجبی برای شکایت نمی‌یابد. بعضی‌ها زندان را به کاخ تشبیه می‌کنند و برخی به چشم یک باغ زیبا بدان می‌نگرند. و عده‌ای معتقدند که از لابلای میله‌های زندان از اسارت خیش به آزادی می‌رسند. سال 1907 میلادی است. حقوقدان جوان هندی کسی جز مهاتما گاندی نبود. گاندی هموطنان هندیش را به مدت 8 سال در یک قیام بدور از خشونت رهبری کرد. آنها به مناطق ممنوعه گام نهادند، مدارکشان را پاره کردند و خود را برای بازداشت آماده ساختند و در این راه مقبول نگردیدند. گاندی می گفت سرپیچی بدور از خشونت از همکاری با ستمگران راه مغلوب ساختن آنان است. وی سلاح مبارزه خیش را ستیاگراها و یا اسلحه حقیقت نامید. در تمام قرون و تمامی قاره‌ها مبارزان راه دموکراسی راه گاندی را در پیکار برای کسب آزادی انتخاب کردند. قیام بدور از خشونت نیز به معنی مبارزه است، ولی جنگ با سلاحی دیگر. مهاتما گاندی به نیروی دست یافت که چهره قرن 20 را دگرگون ساخت. شرایط مناسب آغاز اعتصاب بود. قبل از 6 صبح شروع به پخش اعلامیه‌ها کردیم. چون هر لحظه امکان دستگیری بود، طبیعتاً من می‌ترسیدم. کارگران کشتی سازی لنین در گدانسک به خاطر بالا رفتن قیمتها و اخراج یکی از کارگران محبوب بسیار خشمگین بودند. ولی تنها معدودی می دانستند که اعتصاب آنها را در مقابل جبر کامل دولت کمونیست لهستان قرار خواهد داد. مردم شروع به فریاد کردند. درها را باز کنید. اینجا فهمیدیم که باید برای آرام کردن مردم سرود ملی را بخوانیم، زیرا نباید اشتباه سال 1970 را تکرار می‌کردیم، سالی که به خیابان‌ها رفتیم و تانک‌ها از روی مردم عبور کردند. همه در لهستان رویدادهای 1970 را به یاد دارند. اعتصابیون پس از خروج از کشتی سازی به طرف مرکز حزب کمونیست به راه افتادند. آن روز 6 تن کشته و 300 نفر مجروح شدند و کارگران با تجربه بیهوده رویارویی با نیروهای مسلح آشنا گردیدند. یکی از آنها یک مکانیک برق 27 ساله به نام لخ ولسا بود که به دلیل فعالیت‌های اتحادیه‌ای در 1976 اخراج شد، ولی اکنون برای ایجاد اعتصاب بازگشته بود. در طول این 10 سال از 1970، زمانی که من در کشتی سازی سمت رهبری داشتم، در این باره که در کجا اشتباه کردیم و اگر دوباره فرصتی دست داد چطور عمل خواهیم کرد خیلی فکر کردم. ولی سا که محبوب همه و در کشتی سازی شناخته شده بود، اعلام داشت که ما دست به اشغال کارخانه خواهیم زد و من بعد از همه خارج خواهم شد. اعتصاب به دور از خشونت خواهد بود و دولت بهانه ای برای تیراندازی نخواهد داشت.
کمیته اعتصاب یک قهوه خانه را مقر کار خود قرار داد و قرار شد علی‌رغم تلاش دولت برای سانسور، آلینا پینکوفسکا پرستار کارخانه خبر اعتصاب را تلفنی به کمیته دفاع از کارگران در ورشو و سپس به رادیوی اروپای آزاد و بی بی سی برساند. با این خبر تلفنی جهان می توانست از ما مطلع شود و نه تنها جهان بلکه بستگان هم خبر می یافتند که چرا شوهران و برادران و پسرانشان طبق معمول به خانه نرفته بودند. همچنین مردم گدانسک هم وادار به سازماندهی خود می شدند. صبح جمعه اعتصاب گسترده تر شد. شرکت‌های نقلیه عمومی، بندر و 22 کارخانه نیز به اعتصاب پیوسته بودند. 50,000 کارگر در جمع. دولت از بیم گسترش اعتصاب به سایر نقاط، خطوط تلفن را با بقیه لهستان قطع کرده بود. ولی دیگر دیر شده بود. مردم سراسر لهستان از اعتصاب گدانسک آگاه شده بود. در قهوه خانه کمیته اعتصاب لیست خواسته هایشان و اعلامیه های کارگران اعتصابی را با پشت کار آماده می کردند. در صدر فهرست اتحادیه های آزاد و مستقل و حق اعتصاب ذکر شده بود. خواسته های بی سابقه ای که رژیم کمونیست بدون شک با آن مخالفت می ورزید. روز شنبه مدیران کشتی سازی با دریافت دستوراتی از افراد بلندپایه حزب کمونیست آماده مذاکره بودند. مدیران به استثنای شرط اتحادیه‌های آزاد، دستمزد بالا و شرایط کاری بهتر پیشنهاد کردند و کمیته که توسط مدیران از اعضای حزب کمونیست پر شده بود، شرایط را پذیرفت و کارگران به خانه‌های خود بازگشتند. با دیدن هزاران کارگر اعتصابی دیگر، آنا والنتینوویچ، یکی از کارگران کشتی سازی، به نمایندگان هشدار داد. این توافق به معنای رها کردن دیگر کارگران اعتصابی است. پس تکلیف آنهایی که از ما حمایت کردن چه می شود؟ کارگران 40 کارخانه و مردم. من احساس شرمساری و ناامیدی می کردم. چه کار باید می کردیم؟ آلینا پینکوفسکا پرستار کشتیرانی به سوی درب خروجی رفت تا جلوی خروج کارگران را بگیرد و گروهی برای شنیدن حرفهای او به دورش جمع شدند. اگر ما به راستی خواستار اتحادیه‌های آزاد و تأثیر در مدیریت بودیم، باید با دیگران اتحاد و همبستگی می داشتیم و تنها راهش ادامه اعتصابات بود. هزاران تن به خانه هایشان رفتند، ولی چند صد تن که توسط آلینا متقاعد شده بودند برای زنده نگاه داشتن اعتصاب شب را باقی ماندند. آن شب آنان دست به یک تصمیم سرنوشت ساز زدند، مبنی بر تشکیل یک کمیته اعتصابی کارخانه‌ای که معرف تمامی کارگران لهستان بود. این کمیته نیروی آنها را هزار بار بزرگتر و زمینه یک قدرت ملی را که در لهستان کمونیست بی سابقه بود فراهم می ساخت. صبح یک شنبه کارگران در محوطه داخلی یک گرد همایی مذهبی به راه انداختند. هزاران تن از مردم شهر نیز در بیرون گرد آمده بود. نرده‌های ورودی پر از گل‌ها و پیام‌های حمایت مردم و تصویری از پاپ اعظم بود که لهستانی است. یک نمایش غیر منتظره از حمایت همگانی از اعتصاب. من هرگز انتظار چنین عکس‌العملی را از جانب اهالی گدانسک نداشتم و این جرأت و انرژی بسیاری به من داد، زیرا دریافتم که ما احتمالاً توانایی دستیابی به پیروزی را داریم. کمیته اعتصابی کارخانه ها
یک اعلامیه 21 شرطی صادر کرد که کارگران دیگر شهرها را نیز در بر می‌گرفت. یکی از آنها یک کارگر 27 ساله تراکتورسازی نزدیک ورشو بود به نام زبگنیف بایک. ما ناگهان از اعتصاب گدانسک خبردار شدیم. بعد از خواندن 21 شرط مثل این بود که بازوی خدا را بیاری گرفته بودیم و توانستیم حرف بزنیم. ناگهان مثل دستیابی به سلاحی بود که اگر درست عمل می کردیم می توانست از ثمرات عالی پربار شود. در گدانسک کارگرانی که به اعتصاب در داخل کشتی سازی باقی مانده بودند پاداش خود را گرفتند. 15,000 تن دیگر از کارگران نیز به اعتصاب پیوستند و اعتصاب به شهرهای دیگر هم سرایت کرد. کمیته اعتصابی کارخانه ها به انتظار پاسخ 21 شرط پیشنهادی مانده و در این حال کارخانه های بیشتری به اعتصاب پیوستند و به تدریج موفق به نفوذ در سیستمی شدند که هرگز اجازه وجود قدرتی خارج از حزب کمونیست را نداده بود. کارگران در همه جا به شیوه اعتصابیون گدانسک با ماندن در محل کار خود خطر سرکوبی را تنزل دادند. ما از خارج شدن از محوطه خودداری میکردیم، زیرا در آن صورت دولت می توانست ایجاد درگیری کرده و سپس پلیس و ارتش را نیز وارد میدان کند. بنابراین ما از این مسئله پرهیز می کردیم. ما همچنین از شیوه های مبارزه گاندی و مارتین لوترکینگ نیز آگاه بودیم که چگونه مردم آنها با پیروی از مبارزه بدون خشونت پیروز شدند. اعتصاب وارد دومین هفته گرد. اعتصابیون دست به چاپ یک بولتن روزانه به نام همبستگی زدند و خود را آماده یک مبارزه طولانی ساختند. می شود گفت که در داخل کشتی سازی دولت دومی به وجود آمده بود و ما درباره‌اش به مزاح می پرداختیم. ما وزیر ارتباطات داشتیم، وزیر رفاه و دستمزد که پول جمع می کرد، خزانه داری که پولهای دریافتی از کارخانه های به ما پیوسته را جمع آوری می کرد، وزیر حفاظت که مسئول مراقبت از ورودی و نرده ها و امور دفاعی بود و بالاخره مسئول خوراک و تغذیه. همه چیز مثل ساعت کار می کرد، مثل یک ساعت سوئیسی. صبر و شکیبایی به آنها نیرو بخشید. روز نهم کمیته اعتصابی کارخانه ها به نمایندگی از جانب 500,000 کارگران 370 کارخانه در هر صنعت و گوشه لهستان وارد عمل گرد. نمایندگان مذاکره کننده از جانب دولت وارد شدند و به نظر رسید که بن‌بست به پایان رسیده است. یوژی کلوژیسکی و استاندار گدانسک نیز از مذاکره کنندگان بود. بعضی ها شادی می کردند که مسئولان آمده بودند. استاندار وارد کشتی سازی می شد و مذاکرات آغاز می گردید. بعضی ها هم ناسزاگویی و هو می کردند و به من بد و بیراه می گفتند. من شکی نداشتم که نقش یک گوسفند قربانی را ایفا می کردند. کارگران اصرار کردند که مذاکرات باید از بلندگوهای کشتی سازی پخش شد. رسانه های لهستان باید مجاز به گزارش اعتصاب و مذاکرات باشند. دولت پس از 10 روز بن‌بست به پای میز معامله آمده. اینها همه نتیجه معکوس بخشید. اعتصابیون این 10 روز را به تقویت سازماندهی و تقویت کمیته اعتصابی کارخانجات پرداختند و به مردم قبولاندند که بدون مذاکره با کمیته اعتصابی پایان درگیری غیر ممکن است. میچسلاو یگالسکی نخستین معاون نخست وزیر لهستان با لخ ولسا کارگر 37 ساله روبرو شد. یگالسکی به دوربین و میکروفون عادت و ولسا کارگر ساده‌ای بود که به قول خود قلبش را دنبال می‌کرد.
رژیم اعتصابیون را خائن خوانده بود، ولی اکنون معاون نخست وزیر را برای گفتگو با آنها فرستاده بود. کمیته اعتصابیون با علم به اینکه در صورت فشار زیاد بازی را خواهد باخت، احتیاط را رعایت می‌کرد، زیرا دخالت نظامی شوروی یک احتمال جدی به شما می‌رفت. نمایندگان کارگران ابداً عجله ای نداشتند و کلمه به کلمه و با دقت بر سر شرط اتحادیه‌های مستقل تأمل می‌کردند و اشتیاق نمایندگان دولت را برای پرداختن به مسئله بعدی پس می‌زدند. پونکت پو پونکت چه پو پاره گوژین کاژدی ناستمپنه ردگوالی البو ژه تاک پوویم پریمویمه تو سو پوویدیالم ای پریستمپویمه دو رالیزاسی. Panie premierze, naprawdę to już nie jest dużo pracy w tych najważniejszych punktach. Te inne polecą dość szybko, dlatego też proponuję, tyle czekaliśmy, sobota jest, niedziela, jeszcze przepracujemy, zrobimy, będziemy mieli na piśmie, pan premier przyjedzie. Taktika اعتصابیون این بود که ما باید موافقت برای اتحادیه‌های آزاد را به دست آوریم. بقیه درست می‌شود. والسا گفت: آقای نخست وزیر، اجازه بدهید به جزئیات نپردازیم. اصل این است که ما باید حق اتحادیه آزاد را کسب کنیم. در طول دو هفته گفتگو والسا مرتباً به هم رزمانش گزارش می‌داد. وی رضایت اتحادیه ها را با چنان روشنی و صراحتی جلب کرده بود که سابقه نداشت. و همبستگی کارگران نیز با رقابتشان از میان نرفته بود. هیچ اعتصابی پیش از آن چنین مصمم به اجرا در نیامده بود. با چنین اتحاد و اراده برای پیروزی و با اعتقاد به پایان مذاکرات به عنوان یک پیروز، نه تنها اعتقاد کمیته اعتصابی کارخانجات بود، بلکه اطمینان تمامی کارگران و هزاران تن مردمی که کشتی سازی را احاطه کرده بودند نیز به شمار می رفت و این باعث آرامش همه شد. در مورد من که اینطور. کارخانجات تعطیل شده به نفع اعتصابیون به مشکلات اضافه کردند. در گدانسک ماشینالات گرانبها و کشتی‌های ناتمام به گروگان گرفته شدند و رژیم که با ناامیدی هرچه بیشتر به دنبال برقراری دوباره تولید بود، به تدریج به سازش رضایت. یک شنبه 31 اوت یک موافقت نامه آماده امضا. آنها به کسب اضافه حقوق، 5 روز کار هفتگی، مطبوعات بدون سانسور، اتحادیه های آزاد و حق اعتصاب موفق شده بودند. پس از امضای توافق ما دریافتیم که این تازه مرحله اول بود و مسابقه علیه زمان برای ما آغاز شده و مبارزه هوشیارانه و تاکتیکی با حزب و قدرتمندان نیز برای ما آغاز گردیده بود، زیرا دیگر ثابت شده بود که آنها قرارداد را امضا کردند، ولی بلافاصله در صدد نقض آن بود. مبارزه علیه زمان با آغاز سفر والسا و والنتینوویچ به سراسر کشور برای جشن پیروزی و جلب اعضای جدید و همچنین ایجاد صدها اتحادیه های محلی آغاز شده بود. ظرف 4 ماه اعضای همبستگی به 10 میلیون تن افزایش یافت و سازمان همبستگی که به وضوح نگران رفاه کارگران لهستان بود
نمیتوانست از این حقیقت آشکار اجتناب کند که موجودیتش برتری حزب کمونیست را به چالش می‌کند. از همون ابتدا من احساس می‌کردم که طرف مقابل خود را آماده ضربه زدن به ما کرده است. ولی وقتی آنها آماده غلبه به هزار تشکیلات ما شدند، تعداد 10,000 سازمان را مقابل خود یافتند. و وقتی قصد صدمه زدن به 10,000 سازمان ما را داشتند، تعداد تشکیلات همبستگی به 10,000,000 رسید. سازمان همبستگی باید چنان به سرعت توسعه یافته و قدرتمند می شد که در صورت واکنش اجتناب ناپذیر سیاسی از بین نمی رفت. فعالان اتحادیه ها مورد آزار واقع می شدند و نشریاتشان سانسور و دفاترشان مورد تجاوز واقع می شد و کارگران وادار به کار کردن در تعطیلات آخر هفته شده بودند. ولی سازمان همبستگی به مبارزه ادامه داد. Wydaje mi się, że w poniedziałek postawię cały kraj na nogi. Zrobię strajk. Pan tak przekaże to. Ja mam dość żartów i podjazdów. Panie wojewódz, pan dobrze wie. Więc pan przekaże rządowi, że w poniedziałek prawdopodobnie dam rozkaz do strajku generalnego. Dziękuję. Trochę demokracji, trochę wolności osobistej. Wszystkich tych ludzi. O, nie dam rady. No, nie tak bardzo trudno. یک سال پس از تشکیل اتحادیه، لخبالسا دوباره به ریاست اتحادیه برگزیده شد. ولی ساختار باز و دموکراتیک همبستگی آن را نسبت به افراطی های درون خود و نفوذ دشمن نیز آسیب پذیر ساخته بود. مامورانی بودند که آتشبیار معرکه بودند. الان هم هستند. تشویق می‌کردند که 100 و یا 200,000 نفر در ورشو دست به تظاهرات بزنیم و دست در دست با آنها بجنگیم. مسلم بود در آن صورت یا باید دولت قدرت را رها کرده راه غیر ممکن دموکراسی را می‌رفت و یا تانک‌ها را به مقابل ما فرستاد و روانه زندان ما می‌کرد. در شب 11 دسامبر سال 1981 مسئولان کمونیست به کنفرانس رهبران ملی همبستگی حمله کردند و تمامی رؤسای آنها را دستگیر نمودند. طی دو روز بعدی دولت هزاران هزار از فعالان همبستگی را دستگیر کرد و در 13 دسامبر حکومت نظامی اعلام شد. به آنها که ما را سرکوب می کردن گفتم اکنون شما شکست خورده اید و ما پیروز شده اید. و شما آخرین میخ را به تابوت خود کوبید. برقراری حکومت نظامی تایید از دست دادن رضایت مردم توسط رژیم و رژیم تنها با تکیه کردن بر قدرت تحریم توانایی متقاعد ساختن را نیز از دست داده بود. با وجود ممنوعیت اتحادیه ها حمایت همه جانبه از آن کاهش نیافته بود. آنگاه همبستگی به یک جنبش بدون خشونت و برانگیخته از حس میهن پرستی بدن کرد. محروم از رهبری مرکزی، همبستگی به بقای خود در قالب هزاران سازمان کوچک ادامه می‌داد. و در حالی که آنها قدرت حاکم را نادیده گرفته و در برابرش مقاومت می‌کردند، یک نشریه زیرزمینی اتحاد آنها را حفظ می‌کرد. راه مبارزه من چنین بود که من از شما هراسی ندارم. می‌توانید مرا زندانی کنید، مرا بکشید، ولی نمی‌توانید مرا به زانو درآورید. بنابراین مبارزه ادامه می‌یابد. طول می‌کشد. بر ما گران تمام می‌شود. ولی سرانجام ما پیروز خواهیم شد. برای 7 سال سرکوبی یک تعادل ظاهری ایجاد کرده بود. ولی در پس پرده پایه‌های رژیم می‌پوسید. و در تابستان 1988 این پایه‌ها فرو ریخت و با افزایش قیمت‌ها و صف مواد غذایی و جیره‌بندی کشور دچار فلج کرد. یک موج جدید اعتصاب‌ها
برای قدرت کنترل رژیم. دولت پیشنهاد کرد در صورتی که لخبالسا برای پایان دادن به اعتصاب ها به مذاکره بنشیند، اتحادیه ها را آزاد خواهد کرد. در ظرف 3 روز همه بر سر کار خود بازگشتند. در فوریه 1989 سازمان همبستگی، دولت، حزب کمونیست و کلیسا یک سری مذاکرات را برای آینده لهستان آغاز کردند و پس از 2 ماه گفتگو بر سر اتحادیه آزاد، مطبوعات آزاد و انتخابات پارلمانی به توافق رسیدند. بعد از 2 ماه تبلیغات انتخاباتی، کاندیداهای همبستگی بسیار محبوب بودند، ولی هیچ کس انتظار نداشت آنها بتوانند حزب کمونیست را به کناری رانند. در 4 ژوئن 1989 مردم لهستان پس از 60 سال در نخستین انتخابات آزاد رای دادند. آن شب همگان پیروزی خود را در میدان بیرون آپارتمان لخوالسا جشن گرفتند. همبستگی حزب کمونیست را به نسبت 10-1 شکست داد. اگر آنها فقط تنها شکاف کوچکی در دروازه آزادی ایجاد کنند، من چکمه خود را چنان در آن شکاف جای می‌دهم که آنها نتوانند درهای آزادی را بروی من ببندند. در پایان هر هفته آنان قربانیان را دفن می کردند. اگر 1 سال اخبار گلوله خوردن جوانان به دست پلیس مانند گزارش هوا عادی شده بود. آن را قیام می خواند. میلیون ها تن از سیاهان آفریقای جنوبی برای برابری و پایان دادن به تبعیض نژادی مبارزه خود را شدت بخشیده بودند. نیروهای امنیتی در شهرهای سیاه نشین شدت عمل بیشتری به خرج می دادند که باعث تحریک بیشتر جوانان خشمگین می شد. تا تماشاچیان بیگناه نیز در جریان بروز خشونت‌های خونین گرفتار می‌شدند. نسل جدیدی از رهبران سیاهان در شهر که از خونریزی‌ها به وحشت افتاده بودند، در پی یافتن راه‌های تازه و سازماندهی برای مقابله برآمدند. در بندر الیزابت، مکوسلی جک 27 ساله از نوجوانی در فعالیت‌های تجهیز جوانان بود. آنچه در شهرک‌ها می‌گذشت ایجاد یک نوع ناامیدی کرده بود و جوانان با دست‌های خالی با پلیس درگیری پیدا می‌کردند و پلیس بدون هیچ ترحمی به روی آنها آتش می‌گشود. اینجا بود که تصمیم گرفتیم ماهیت واقعی پلیس را آشکار کرده و درگیری ها را به محلات و جلوی خانه های خودشان بکشانیم. دو مایل دورتر سفید پوستان بندر الیزابت از کشمکش بی خبر بودند. روزنامه های ارگان سفید پوستان و تلویزیون دولتی درگیری های شهرک ها را گزارش نمی کردند، ولی عده‌ای از سفیدپوستان به نهضت ضد تبعیض نژادی پیوسته بودند. یکی از آنان، جنت چری، یک مددکار اجتماعی جوان و عضو کنگره ملی آفریقاییان بود. هدف کشاندن درگیری به مناطق سفید بود، نه به خاطر یک انگیزه نژادی، بلکه تنها در صورت بروز فشار و ضربه در خارج از شهرک‌ها دولت آسیب پذیر می‌شد.
نهضت مبارزان سیاه در حال رشد بود. در سال 1983 اتحاد دموکراتیک پیشرو به عنوان یک چتر ملی شامل 600 گروه محلی، کلیسا، تیم‌های ورزشی و گروه‌های زنان تشکیل شد. در پی توسعه این نهضت، رشد هرچه بیشتر و بیشتر آن، نیروهای امنیتی برای سرکوبی آنها با مشکل بزرگتری روبرو شدند. زیرا اکنون مراکز بزرگتری از مقاومت در جامعه ایجاد شده و همه سعی داشتند در مبارزه برای کسب عدالت شریک شوند و به تدریج هر کس رول خود را یافت. در ماه می 1985 بسیاری از زنان با مراجعه به رهبران نهضت‌های سیاه‌پوستان در بندر الیزابت پیشنهاد تحریم فروشگاه‌های سفیدپوستان را کرد. چون این تحریمی در مسیر هدف مکوسلی جک برای در فشار قرار دادن سفیدپوستان مؤثر بود. اما هماهنگ کنندگان تحریم فقط چند هفته فرصت داشتند که 500,000 تن از مردم را متقاعد سازند که فقط از داخل شهرک‌ها خریداری کنند. باید همه خریدهایشان را به شهرک ها منحصر کرده و مغازه‌داران سیاه نیز مقدار زیادی از احتیاجات اولیه را که لازمه یک تحریم و مبارزه طولانی بود انبار می‌کرد. مراسم تدفین پایان هفته تنها اجتماع عمومی غیر ممنوع و تنها فرصت سیاه پوستان برای جلب حمایت از بایکوت بود. دو روز پیش از آغاز تحریم، مکوسلی جک سخنران اصلی اجتماع بود. دوشنبه مانند تمام روزهای دیگر به نظر می آمد، ولی ساعت 10 صبح تفاوت آشکار شد. قسمت شمالی شهر که معمولاً از خریداران سیاه پوست موج می زد کاملاً خالی بود. ناظران تحریم انجام 100% تحریم را گزارش کرد. تحریم آخرین تاکتیک در طول قیام 10 ماه بود، ولی در مدت 5 روز به صورت مؤثرترین سلاح مبارزه درآمد و به نقاط دیگر نیز سرایت می‌کرد. یک خطر جدی برای رژیم. این گونه اعمال بیش از این تحمل نخواهد شد. طبق لایحه 3 قانون حفظ امنیت عمومی، این دولت تصمیم به اعلام وضعیت اضطراری گرفته است. نواحی بندر الیزابت، آلبانی، یوتن هاگ، کراداک، بدفورد، سامرست، یوتن هاگ، کراداک، بدفورد، سامرست ایست، ادلید، بدفورد. ارتش رژیم آپارتاید شهرک ها را اشغال کردند. رفت و آمد ها محدود شد و حکومت نظامی شب و روز برقرار کرد. صدها نفر دستگیر شدند. پسران جوان به خصوص هدف رفتار وحشیانه واقع شدند، ولی سرکوبی ها باعث از میان رفتن تحریم نشد. نیروهای امنیتی رژیم موفقیت کمی در یافتن رهبران قیام داشتند، زیرا بسیاری از آنها ناشناس و در میان مراکز و کمیته های مبارز خیابانی پراکنده بود. اعلام حالت فوق‌العاده نشانه دست پاچگی رژیم و تأثیر تاکتیک ما بود.
آنها آمدن ما را احساس می‌کردند. بنابراین اعلام وضعیت فوق‌العاده عکس العمل آنها برای استمرار تبعیض نژادی بود. و این مشخص می‌کرد که ما رژیم تبعیض نژادی را دچار بحران کرده‌ایم و فقط نیاز به فشار بیشتر و بیشتری بود و ما آماده بودیم. در همون سه هفته اول فروشگاه‌ها شروع به تعطیل کردن. باور می‌کنید؟ این یک جشن آزادی بود. هر مغازه‌ای که تعطیل می‌شد ما جشن می‌گرفتیم. یکی دیگر و ما باز شکر می‌کردیم. مکوسلی جک برای جلوگیری از بازداشت پنهان شده و از خانه‌ای به خانه‌ای دیگر می‌رفت و در این حال با کمیته تحریم مشورت می‌کرد. آنها شرایط دیگری به فهرست خواستهایشان برای پایان دادن به تحریم اضافه کردند. ما خواستهای اساسی داشتیم. امروز اگر با آنها نگاه کنید، خواستهای بسیار ساده‌ای بودند. مثل اجازه ورود به اماکن و تسهیلات عمومی، خروج نیروها از محلات سیاه‌نشین و پایان تبعیض در محل کار و غیره و خلاصه دسترسی به حقوقی که ما از آنها محروم بودیم. همچنین ما شرایط دیگری نیز داشتیم. نظیر آزادی نلسون ماندلا. ولی هر کس میشنید میگفت نه نه این غیر ممکن است. این شرط را فراموش کنید. و ما را از تقاضای این شرط برحذر میکردند. ما انقدر صرف کردیم تا کارت به استخوانشان برسد، وگرنه فایده اعتصاب چه بود؟ منتظر موندیم چون چیزی از دست نمیدادیم، ولی اونها هزاران هزار میباختند و سرانجام اتاق بازرگانی اعلام کرد مایل به مذاکره با ما است. رئیس اتاق بازرگانی پس از ملاقات با رهبران تحریم به خبرنگاران چنین گفت: There are demands which we can address directly, and those we obviously will. There are others which have to be addressed by the government, and we feel there that it's our duty and responsibility. جک که سالها مشهور به رهبری جوانان بود، اکنون به عنوان سخنگوی کمیته تحریم به صورت یک خطر جدی برای رژیم درآمده بود. او یک آشوبگر دو‌آتشه و فعال مبارزاتی به معنی واقعی کلمه بود. کلونل لارنس دوپلسیس رئیس اداره جاسوسی ارتش در ایالت کیپ شرقی بود. آنها واقعا جرمی مرتکب نشده بودند. می گفتند نمی خواهند خرید کنند. این که جرم نیست. ولی یک اقدام همگانی بود. چه کار می شد کرد؟ شما نمی توانید همه را به گلوله ببندید و یا زندانی کنید. شیوه خیلی موثری بود. گاندی آن را ابداع کرد. مبارزه منفی. هنگامی که نیروهای امنیتی از عدم خاتمه تحریم مطلع شدند، دست به اقدام زدند. در شب دوم اوت، جک و رهبران تحریم دستگیر و به زندان سنتالبان برده شدند. پس از آن که رژیم مصمم شد همه را به زندان بیندازد، 30,000 people who were thrown into jails in terms of the. یاد دارم که در سال 1985 به عنوان حالت فوق‌العاده حدود 30,000 نفر را به زندان انداخت. هنگامی که سران قیام را بازداشت کرد، هر چه بیشتر به بحران و وخامت اوضاع افزود. آفریقای جنوبی را به چنین شرایط سرکوب و هرج و مرج کشاند. طغیان بی اختیار جوانان خشمگین در این زمان جنبش را به مخاطره آورد. از میان کسانی که شهامت هشدار چنین خطری را داشتند، باید اسقف دزموند توتو را نام برد. Why must we discredit our cause by using methods which, if they were used against us, we would oppose. And you and I, must be those who will walk with heads held high. We will say, we used methods.
can stand the scrutiny, the harsh scrutiny of history. با رسیدن سپتامبر، مغازه‌داران بندر الیزابت وضع بسیار وخیمی داشتند و با باقی ماندن جک و یارانش در زندان، رژیم از مذاکراتی که میتوانست به تحریم پایان بخشد جلوگیری میکرد. جک به طور ناگهانی دوستانی میان سفیدپوستان پیدا کرد. کار به جایی رسید که تجار معتبر سفیدپوست به دنبال این کسانی میگشتند که به عنوان اوباش قاتل معرفی شده بودند. میگفتند اینها شکایتشان قانونی است. اگر جرمی کردند در مقابل قانون دادگاه آنها را محاکمه کنید تا بیگناهی یا جرم آنها مشخص شود، نه اینکه زندانیشان کنید. تحریم وارد چهارمین ماه خود شد. هزاران تن از سیاهان هر روز بر سر کار خود در فروشگاه‌های سفیدپوستان حاضر می‌شدند، ولی چیزی نمی‌خریدند. بازرگانان سفید برای پایان بخشیدن به تحریم و آزادی رهبران آنها در صدد اقدامات برآمدند. ما به دنبال دشمنی با سفیدها نبودیم. فقط می‌خواستیم که حرفمان را به کرسی بنشانیم. وقتی که به تحریم پایان دادیم، به دو هدف رسیدیم. فشار بر سیاهان برای سرپیچی از تحریم و برای خرید کریسمس زیاد بود. و ممکن بود در اتحاد ایجاد شکاف شود. بنابراین با یک تیر دو نشان زدیم. یک، همرزمان ضعیفمان را نجات دادیم و دوم، اتحاد ما را نیز برای مبارزه بعدی حفظ کرد. با آغاز گفتگو با رهبران کمیته تحریم، اوضاع کریسمس نیز به حال عادی بازگشت. جک و یارانش با تعیین 31 مارس به عنوان ضرب الاجل خواستار انجام شرایطشان شدند. در غیر آن صورت تحریم دوباره برقرار می‌گردد. پیروزی کوتاه مدت در سیاهان بندر الیزابت اعتماد به نفسی ایجاد کرده بود. رهبرانشان از زندان آزاد شده و نیروهای پلیس نیز از شهرک ها خارج شده بودند. ولی با نزدیک شدن تاریخ نهایی و عدم پیشرفت در رسیدن به خواستهای سیاسیشان، خود را آماده تحریم دیگری کردند. ولی در 11 مارس دولت به طور ناگهانی دو تن از رهبران آنها از جمله مکوسلی جک را بازداشت خانگی کرد و این اقدام موجب توقف گفتگوها گردید. در این مرحله فشار بین المللی آغاز کرد، زیرا کار دیگر از تبعیض نژادی فراتر رفته بود و به صورت فاشیست در آمده بود. تمام نشریات توقیف و افراد ممنوع العمل شده بودند و سازمان ملل مشکل آپارتاید را هر روز در دستور کار خود داشت. تمام کمپانی‌های بزرگ دست به خروج از آفریقای جنوبی زده بودند. واقعاً شرایط شرم‌آوری بود. مسئله تحریم اقتصادی علیه رژیم آفریقای جنوبی در آمریکا و اروپا مورد بررسی قرار گرفت. بسیاری از دولت‌ها تحریم را بیشتر موجب رنج مردم می‌دانستند و با آن مخالفت می‌ورزیدند. ولی در حالی که سیاهان برای تنبیه رژیم نجات پرست درخواست تحریم را داشتند، کمپانی‌های بزرگی مانند AT&T، IBM، جنرال الکتریک، جنرال موتورز و کوکاکولا دست به مهاجرت زدند. در 22 ماه مارس، یک دادگاه عالی قضایی حکم بازداشت مکوسلی جک را به علت عدم دلایل کافی لغو کرد. این پیروزی انرژی بیشتری به قیام بخشید و اکنون تنها 9 روز به آغاز تحریم مجدد باقی ماند. جک از فضای شادی پیروزی در جهت تقویت اتحادی که طی روزهای عادی بدان نیاز بود بهره گرفت. That is going to decide our destiny in this country. It is clear, the 1st of April, we know we will not buy even a bubble gum down. Oh.
تحریم مجدداً برقرار شد و به مدت 9 هفته ادامه یافت. بانگاه یک شوک ناگهانی. هدف دولت اعمال حکومت نظامی و یک اقدام شدید برای جلوگیری از اغتشاش در سالگرد یکی از جنبش‌های شهرهای سیاه نشین. پلیس ساعت‌ها دفاتر رهبران شهری، کلیساها، اتحادیه‌ها و دفاتر UDF را مورد هجوم قرار دادند و به دستگیری و توقیف مدارک پرداخت. تظاهرات صلح‌آمیز سیاهان را مقابل ساختمان مجلس متفرق و بسیاری را نیز بازداشت کردند. 16 ساعت بعد پرزیدنت بوتا طی نطقی در پارلمان ضمن استناد به گزارش‌های محرمانه به تهدید قریب الوقوع انقلاب مسلحانه توسط اعضای ANC و حزب کمونیست اشاره کرد. Which is typical of Marxist regimes and which is interested only in a violent takeover of power. It is not possible for the reasonable majority to continue the search for a peaceful and democratic solution. در ظرف مدت کمتر از یک سال دولت دو بار حکومت نظامی اعلام کرد. حکومت نظامی هر سال و به مدت 3 سال تمدید کرد. رژیم سرکوبی سیاهان را در رأس سیاست خود قرار داد. نیروهای آزادی خواه از میان نرفتند ولی به زیر زمین رانده شدند و رژیم سقوط نکرد، ولی پیکار بدون خشونت حقانیت رژیم را در هم شکسته بود و سیستم تبعیض نژادی بیش از این قابل دوام نبود. قدرت به سازمان‌ها و جوامع سیاه منتقل گردید و مرگ تبعیض نژادی امری اجتناب ناپذیر بود. در این مرحله دیگر مخالفت عمده ای علیه استفاده از خشونت وجود نداشت و بسیاری واقف بودند که سازمان ANC مبارزات مسلحانه آغاز کرده بودند. ولی علی‌رغم اینها و در واقع فعالیت‌های UDF در جوشش همگانی بود که منجر به تحولات در آفریقای جنوبی و نهایتاً فشار بر رژیم برای انجام دگرگونی‌ها گردید. منظورم کشاندن رژیم به مرحله تنگنا و بن‌بستی بود که دیگر توان واکنش را از آن سلب کرد. The eyes of the world are presently focused on all South Africans. P.W. بوتا ناچار به استعفا شد و F.W. دکلرک به ریاست جمهوری رسید. دکلرک بلافاصله تمام سازمان‌های سیاسی را آزاد کرد و فرمان آزادی نلسون ماندلا را پس از 27 سال اسارت صادر نمود. نلسون ماندلا با خودداری از محکوم ساختن مبارزه مسلحانه دوران زندانش را طولانی تر کرده بود و در این مدت انفعال و بی ارادگی که منجر به ادامه آپارتاید شده بود با روح و اعتماد ناشی از جامعه مدنی ناپدید گشت. تا آنجایی که من شاهد بودم مبارزه مسلحانه ثمری به بار نیاورد و در حقیقت این مردم بودند که دگرگونی را به ثمر رساندند و فشار خارجی بود که مؤثر واقع شد. نهایتاً همه دریافتند که آن شرایط نمیتوانست ادامه یابد و به همین دلیل نیز دکلرک دست به اقداماتی زد که شاهدان بودیم. در سال 1993 نلسون ماندلا و FW دکلرک به اتفاق به خاطر به ثمر رساندن قانون اساسی متضمن حقوق برابر برای همه در آفریقای جنوبی برنده جایزه صلح نوبل گردیدند و طولی نکشید که این دو در مبارزات انتخاباتی برابر یکدیگر قرار گرفتند. Asking for peace in the rest of the country. Blood of lots
asking for peace in the rest of the country. هیچ یک از آنها و پدران و اجدادشان هرگز در طول عمرشان رأی نداده بودند. مبارزات سیاهان آفریقای جنوبی علیه آپارتاید و علیه تبعیض نژادی اساساً یک مبارزه بدون خشونت بوده است. ما از آنچه که در هند و فیلیپین و لهستان روی داد و از آنچه که طی مبارزات کسب حقوق مدنی در آمریکا گذشت امید و الهام گرفتیم. تصور می‌کنم که انسان‌ها در مورد مبارزات مسلحانه خواهند گفت که رژیم‌های دیکتاتور و مستبد و خودکامه بیش از همه از اسلحه و پیکار مسلحانه وحشت دارند. ولی اینطور نیست. اصلا اینطور نیست. حقیقت این است که هنگامی که مردم تصمیم گرفتند که میخواهند آزاد باشند و زمانی که عزم خود را برای کسب آزادی راسخ کردند، هیچ نیرویی قادر به متوقف کردن آنها نخواهد بود.